آینده ایران در دستان شماست. انگیزه شکلگیری نهاد مردمی از سوی بخشی از کنشگران سیاسی در درون و برون از ایران فرایندی است برخاست از خروش ملی و جنبش سبز آزادی‌خواهی مردم میهنمان بر ضد حکومتگران و نظام بیدادگری که در 31 سال گذشته با سرکوب و زیر پاگذاری حقوق مدنی و ملی ایرانیان موجودیت اشغالگر، ویرانگر و بیگانه خود را بر ملت ایران تحمیل کرده است. این نهاد با بررسی علل شکست‌ها و ناکامی‌های مبارزاتی مخالفین جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته با بهره‌گیری از سیستم‌های تکنولوژی نوین رسانه‌ای، کامپیوتری و اینترنت به دور از هر گونه پیش‌داوری‌های فرقه‌ای ایدئولوژیک و نفاق آفرین، شخصیت‌ها، احزاب، گروه‌ها و کنشگران سیاسی آزادی‌خواه و ضد رژیم را برای پشتیبانی از جنبش گسترده مردم ایران به گرد هم فرا می‌خواند تا به کمک یکدیگر این حلقه‌های از هم گسیخته را به هم پیوند داده تا بتوانیم با سازماندهی تشکل‌ها و نیروهای سیاسی همپا و پیوسته به این دوران سیاه تاریخ میهنمان پایان دهیم. با درود به هممیهنان عزیزم در سراسر جهان، ایرج شاه‌ولایتی هستم و برنامه امروز نهاد مردمی رو از استودیوی سیمای نهاد مردمی در جنوب کالیفرنیا، اورنج کاونتی، به شما پیشکش میکنم. هموطنان عزیز، سلطه‌گری را گفتند چه خوری؟ گفت گوشت ملت. گفتند چه نوشی؟ گفت خون ملت. گفتند چه پوشی؟ گفت پوست ملت. وی را گفتند از چه راه اینها را به دست آوردی یا به دست می آوری؟ گفت از جهل مردمان. گفت از جهل مردمان. گفتند از جهل چگونه نگهداری و مراقبت میکنی؟ گفت در جعبه طلایی خرافات. با خوشحالی و خدمتتون عرض بکنم هموطنان عزیز که امروز آقای دکتر محمد عرسی رو در برنامه امروز سیمای نهاد مردمی داریم، در خدمتتون خواهیم بود. اجازه بفرمایید که ببینیم که آقای دکتر عرسی عزیز، اگر که صدای من رو میشنوید به شما درود میفرستم. درود بر شما آقای دکتر شاه‌ولایتی و درود بر بینندگان برنامه شما. دکتر عرسی عزیز، این ملت که صحبت ازش میکنن، اولا انعکاس صدای من در استودیوی شما هست، اگه ممکنه ترتیبی بدین که این صدا منعکس نشه. الان صدای، بله صدا منعکس میشه. اگر که میخواین اجازه بدین ما برویم و
برگردیم تا یک چند ثانیه دیگه تا شما صدا رو درست بکنیم. صدای من انعکاس پیدا میکنه در استودیوی شما. بله هنوز هم انعکاس صدا هست. هموطنان عزیز، سید علی خامنه ای در جمع افسران و نظامیان، بله ظاهرن باید نخیر حلاک باز نیست، بله نمیدونم صدا هست، آقای منصور از ما نیست. بله شما الان صدای منو میشنوید دکتر عرسی عزیز؟ آقای دکتر البته مقداری بله ارزش داره ولی صدات نمیشنوید. بله متاسفانه صدای من در استودیو شما انعکاس پیدا میکنه. ببینید شما اونجا میکروفون دیگری رو باز دارید؟ آیا بله سید علی خامنه ای در جمع نظامیان ایستاده بود و از ملت صحبت میکرد، از ملتی که فکر میکرد پشتوانه این حکومت این دیکتاتوری است. از چهره نظامیانی که پشت سرش وایساده بودن پیدا بود که حقیقتا اون چرا که ایشون میگفت اونها باور نداشتن، یا حداقل یک گروهیشون باور نداشتن. برای اینکه نظامیانی که امروز به هر دلیلی مجبور هستند که در اون مملکت بالاخره باید زندگی بکنن، دو دسته هستن. یک گروهشون اونایی هستن که به اونچه که این آخوندها در طی این سالها کردند امیدی دارند، برای اینکه به هر حال متنفع میشن از این منافع، و یک گروهشون اعتقادی ندارن به اونچه که سید علی خامنه ای و این نظام داره میگه، و همش به فکر این هستن که چه روزی این اتفاق خواهد افتاد که اینها بتوانند به صف ملت بپیوندن. به هر حال همه که در نظامیان و در سپاه پاسداران همه که خائن نیستند، همه که نمیتوانند به آینده فرزندانشون خیانت بکنند، همه که نمیتوانند نانی رو که در خون ملت خمیر شده آردش بخورند و از زندگی هایی رو که میبینند، اون چرا که گفتش که گیرم که خلق را به دروغی فریفتی، با دست انتقام طبیعت چه میکنی، میبینند که زندگی بعضی از این کسانی که امروز پشتوانه این حکومت هستند حقیقتا به چه لجنزاری تبدیل شده، و اینها دلشون نمیخواد و منتظر فرصتی هستند تا به صف ملت بپیوندند و ایران رو از این تباهی نجات بدن، و این روز فرا خواهد رسید. در چهره نظامیانی که پشت سر سید علی خامنه ای وایساده بودند، شما به وضوح میتونید بخونید که یک گروه زیادشون واقعا باور ندارن به اون چرا که اینها دارن میگن. می رویم و بر می گردیم تا آقای دکتر عرسی هم صدای استودیوشون درست بکنن که این انعکاس رو نداشته باشه، و باز در خدمت شما خواهیم بود. هموطن عزیز، برای ثبت نام و پشتیبانی از یکی از بزرگترین سازمان‌های مخالف حاکمیت اسلامی که هدف آن حمایت از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران برای حذف و نابودی کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی و برقراری دموکراسی و حقوق بشر در سرزمینمان میباشد، به تارنمای نهاد مردمی www.nahadmardomi.com مراجعه کنید و به صورت پرداخت اینترنتی به وسیله کارت‌های اعتباری و همچنین پیپل این سازمان را که در ایالات متحده به ثبت رسیده است همیاری و پشتیبانی کنید. شماره حساب نهاد مردمی برای همیاری در داخل و خارج از ایالات متحده
ویلز فارگو بانک دارنده حساب دنیو ایران شماره حساب 33-94-94-15-57 راتینگ حساب برای پرداخت از خارج ایالات متحده WFBIUS6S راتینگ حساب برای پرداخت در داخل ایالات متحده 121-30-248. ما میبایست به زودی به یک سازمان منسجم و در خور احترام مجامع بین المللی تبدیل شویم. هموطن عزیز، پشتیبان نهاد مردمی تنها شما هستید. ما زنده برانیم که آرام نگیریم، موجی که آسودگی ما عدم است. خواهشمند است جهت اعلام همیاری خود با این شماره تماس بگیرید. مجدد به هموطنان عزیزم، با آقای دکتر محمد عرسی در تگزاس صحبت میکنیم. دکتر عرسی عزیز، با درود مجدد خدمت شما و تشکر از اینکه دوباره زحمت کشیدید و در این برنامه شرکت میکنید. به عنوان یکی از پشتیبانان نهاد مردمی خدمتتون عرض بکنم که صحبت از ملت میشه، میخواییم ببینیم که آیا یک دست کردن تفکر یک مردم بهتره یا یک دل کردن مردم. و اصولا ما در طی 100 سال گذشته اگر که بخواییم یک ریویوی بکنیم، ببینیم که در این 100 سال گذشته بر این ملت چه گذشته و این جوانانی که امروز زیر سن 35-40 سال هستند، اینها شاید یک گروه زیادشون نمیدونن که برای مملکت چه رفته. امروز از شما تقاضا میکنم که یک شروعی باشه برای این آشنایی و یک نگاه دیگری به این تاریخ 100 یا 200 ساله ما، که حقیقتاً روحانیت برای یک دست کردن تفکر مردم و به این ترتیب برای انشعاب دادن مردم و اینکه مردم نتونن یه ملت بشن، حقیقتاً چک نکرده در طی این مدت. و ما می‌بینیم که سید علی خامنه‌ای در یک مجموعه 3 دقیقه‌ای که صحبت می‌کنه چندین بار حرف از ملت می‌زنه. این ملت رو تعریفشون بکنیم. شما به عنوان یک استاد در این زمینه لطف بکنید و یه مقدار باز بکنیم ببینیم که بر ما چه رفته واقعاً در طی این مدت. در این حال در زمینه فدرالیسم هم میخوام یه مطلبی رو شما اگه ممکنه بفرمایید که آیا اگر ما مثلا ایالت‌های مختلفمون بتونن خودشون مختار باشن در تمام امور خودشون، دیگه ما گرفتاری نداریم. آیا در طی این 100 سال گذشته، در طی 100 و اندی سال گذشته که از شروع مشروطیت میگذره، آیا زمانی بوده که اینها فدرالیسم رو داشتن یا حکومت خودشون رو داشتن و دیگه ما درگیری نداشتیم، هیچ مشکلی نداشتیم؟ یه مقدار این مطالب رو خواهش میکنم امروز خودتون بیان بفرمایید با اون بیان شیوایی که دارید. و در این حال میخواهیم که مردم ما آگاه بشن از اون چه که بر سر این ملت در طی این سالها رفته. تشکر میکنم. استدعا میکنم جناب دکتر شاه ولایتی. من گمان میکنم که حضرت عالی انگشت روی مسئله بسیار بسیار مهم گذاشتید، چرا که واژه ملت هم از اون چیزهایی است که همه اونو به کار میبرن، ملاها به کار میبرن، افراطیون از جریانات مختلف اون کلمه رو به کار میبرن، ولی در مجموع این واژه هم از اون واژه هایی هستش که همه در موردش صحبت میکنیم و خیال هم میکنیم که در اون باب به اندازه کافی میدانیم. اما حقیقت این هم هستش که
بیشتر در مورد ملت ما از هر کسی از زن خود شد یار من در واقع شناخت دقیقی از این موضوع وجود نداره و خود این نبود شناخت یکی از عوامل تفرقه، از عوامل درگیری ها و سوء تفاهماتی است که در بین مردم ایران وجود داره. عرض کنم که میدانید شما اصلا این به وجود آمدن اتناسیون ها یعنی دولت ملت ها یا نظام های ملی اساسا برمیگرده به تاریخ اروپا از حدود قرن 17-18 که در اروپا، در انگلستان، در فرانسه، بعدا در آلمان شکل‌گیری ملت‌ها آغاز میشه. حالا هر تعریفی بخوان از ملت بدند، تعریف مختلف از مردم دادن، ملت‌ها رو به اعتبار وحدت زبانی تعریف کردن، وحدت قومی تعریف کردن، عرض کنم که وحدت نژادی تعریف کردن، وحدت مذهبی تعریف کردن، اما همه این تعاریف ناقص بوده و کافی نبوده برای اینکه مقصود او به معنی دقیق کلمه مقصود رو برسونه. اون چیزی که مسلمه در مورد خصوصیت ملت ها و اینکه در یه جای ملت وجود داره یا وجود نداره میتوان گفت این استش که جایی که ملت به وجود آمده، ملت از ترکیب نژادها، اقوام، ادیان، زبانها، گروه بندی های مختلف اجتماعی شکل میگیره و بنا به تعریفی که بزرگان علم سیاست دادند، چه در حقوق سیاسی، چه در فلسفه سیاست، وقتی از ملت صحبت میکنن میگن ملت، شکل‌گیری ملت زمانی امکان پذیر میشه که عشیره ها، تیره های مختلف، صاحبان زبان های مختلف، ادیان مختلف در میان مملکت در دیجوش شکل‌گیری ملت با هم ترکیب میشن و مردمی به وجود میاد که مهمترین ویژگی این مردم این استش که جمعی اجتماعی به وجود میاد که این اجتماع از آحاد مردم برابر حقوق تشکیل میشه که در اونجا ملت بودن، ملی بودن مقدم بر دین و مذهب و زبان و عقاید سیاسی و غیر و غیره قرار میگیره و یک انسان متعلق به یک ملت منافع ملت رو مقدم بر منافع شخصی خودش قرار میده و به قول ارنست رونان یه جایی که ما میگیم ملت به وجود آمده، هر تعریفی حالا در مورد ملت میخواییم بدیم ولی یک چیز مسلمه و اونه که ملت جمعی برابر حقوق از مردمی هستش که از روی خواسته قلبی خودشون در کنار هم قرار میگیرن و ملت بودن نه این معنای ملت نه نیستش که یه جمع بزرگی که با هم سر هر قضیه هم عقیده باشن، خیر، بلکه ملت ترکیب شده از مردم مختلفی که با عقاید مختلف، مذاهب مختلف، اعتقادات مختلف که با هم در یگانگی همدل هستن، یعنی با هم یک دل هستن نه هم عقیده و اهداف یکسانی برای آینده کشورشون دارند و راه حل مشکلاتشون هم از طریق دموکراسی، از طریق آزادی، از طریق گفتگو مسائل و مشکلات خودشون رو حل میکنن. در کشور ما آقای دکتر شاه ولایتی میدانید که ما در آغاز قرن 19 یعنی زمانی که جنگ های ایران و روسیه آغاز شد، ما در اون دوره کشوری بودیم که از تیرهای مختلف، اقوام مختلف، مذاهب مختلف و غیر و غیر شکل گرفته بودیم، البته با یه تاریخ درخشانی که از همدلی و همکاری ما زندگی کرده بودیم، همزیستی کرده بودیم، اقوام مختلف در کنار هم، ولی با دوران مدرن که ایرانی ها روبرو شدند، منبرالفکرای جامعه ما، متفکرین جامعه ما که با مثلا افرادی مثل اخونزاده آغاز میشه در واقع این تفکر مدرن در کشور ایران، ملت سازی به شکل مدرن و دولت سازی مدرن و ملت سازی نیز در ایران شکل میگیره، آغاز میشه و انقلاب مشروطیت در واقع حرکت عظیم روشنبینان ایران و مردم ایران بود
برای تشکیل دولت و ملت مدرن. لذا وقتی که انقلاب مشروطیت صورت گرفت، ما فراموش نکنیم که یکی از نشریات بسیار مهم کشورمون به نام نشریه ایران که بعدها هم به میهن تغییر نام داد، یک مقاله نوشت امروز و مقاله به این گونه بود که امروز ما دیگه به ملت ایران تبدیل شدیم. در اینجا ما مردمی هستیم، ملتی هستیم که در میان ما مسلمان هست، یهودی هست، بابی هست، بادین هست، بیدین هست، زرتشتی هست، زن هست، مرد هست، زبانهای مختلف هست، ولی ایرانی بودن ما، ملت ایران بودن ما مقدم بر مسلمان بودن ماست، مقدم بر فلان گروه سیاسی بودن ماست، مقدم بر فلان حزب بودن ما، حزبی بودن ماست، مقدم بر دین ما و انواع اقسام اون تعلقات کوچکی هستش که به اون به اصطلاح وابستگی داریم. به همین جهت ما در کشورمون میبینیم که 200 سال مبارزه بزرگی به وسیله منورالفکران ما، روشنفکران ما، میهندوستان ما انجام میگیره که در این کشور ملت به وجود بیاد و قومیت، گروه‌های قومی، ایلی بودن، به زبان‌های مختلف متعلق بودن، به مذاهب مختلف متعلق بودن، همه اونها فرع ملت میشه و خصوصیت اصلی ایرانی میشه ایرانی بودن، تعلق به ملت ایران بودن. مسائل دیگه این که به کدام دین معتقدی، به کدام زبان صحبت میکنی، جنبه فرعی به خودش میگیره. منتها در این جریان به عنوان کلام آخر، این که ما با مشکلاتی روبرو بودیم. یکی ملاها بودن که کوشش میکردن در مقابل شکل‌گیری ملت مبارزه بکنن، از مردم ایران امت بسازند و مسلمان بودن و شیعه بودن اون رو مقدم بر تعلق به ملت ایران قرار بدن و در نتیجه حقوق پیروان ادیان دیگه، مذاهب دیگه، تمام جریانات دیگه غیر اسلامی رو همه اونا رو زیر پا قرار بدن بگذارن. و همچنین ما میبینیم که یه سری جریانات افراطی، چه ناسیونالیسم افراطی، چه چپهای افراطی میان که ایدئولوژی های ناسیونالیستی افراطی که بعضا به نجات پرستی میکشه و یا عرض کنم که جریانات چپ که به افراطگری های کمونیستی میکشه، اونها هم میبینیم در مقابل پروسه ملت سازی قرار میگیرن. همین الان ما در کشورمون مبارزمون به یه مفهومی مبارزه ای هست بین ملت گرایان که میخواهن ایران ملت ایران باشه، مردم ایران تعلق به ملت ایران داشته باشن، با کسانی که در رأس قدرتن و میخوان از ملت ایران امت بسازن، که در این میان ما میبینیم که در واقع شکست خوردن اینا و به طور یقین ملت ایران پیروز خواهد شد و تمام جریاناتی که در دل ملت ایران وجود داره، یعنی پیروان ادیان مختلف، گویندگان به زبانهای مختلف، فرقه های مختلف سیاسی و غیر و غیره، همه اینها به عنوان فرزندان ملت ایران در یک ایران دموکراتیک قادر خواهند بود در کنار هم زندگی کنند. بنابراین دکتر عرصی عزیز، این چنین نتیجه میگیریم که در شما جواب این سوال رو دادید که چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم. در طی این مدت، در طی این 200 سال گذشته، به خصوص در جریان مشروطیت و بعدش، ما دیدیم که ملاها به دلیل اینکه فکر میکردند باید این اسلام هست که باید اولویت داشته باشه بر ملت بودن، این تلاش رو هنوز هم ادامه دادن، ولی در تاریخ جهان نشون داده که همیشه این ملتی که به هر حال حرف آخر رو میزنه و باید مردم در جهت ملت شدنشون این تلاششون رو ادامه بدن. و من فکر کنم در ایران همونجور که شما فرمودید این تلاش ادامه داره و این تلاش نهایتاً به نتیجه خواهد رسید. اینطور نیست آقای دکتر عرصی؟ یقیناً به همین شکل. میدانید شما که جناب دکتر شاه ولایتی، یکی از ویژگی‌های قرن 20 این بود که زمانی که ملت‌ها شکل گرفته بودن، جریانات ایدئولوژیک به وجود اومد. جریانات ایدئولوژیک که عمدتاً
به دنبال تأسیس نظام‌های توتالیتاریستی بودند. بله. ایدئولوژی‌های مذهبی، ایدئولوژی‌های ناسیونالیسم افراطی که به شکل نازیسم و فاشیسم اومد خودشو نشون داد و همینجور ایدئولوژی‌های توتالیتاریستی مدل استالینیستی و امثال اونها. جریانات ایدئولوژیکی آقای دکتر شاه ولایتی معمولاً در مقابل پروسه ملت‌سازی قرار می‌گیرند. چون ملت‌ها یه چیزی نیستن که ما بگیم که تأسیس شد و تمام شد. ملت دائم در حال شدن هست، دائم در حال شکل‌گیری است. وقتی که ملتی به وجود میاد، این ملت به وجود آمدنش همینجوری شدن او ادامه پیدا میکنه، هی پی در پی به آگاهی، به خودآگاهی میرسه، همدلتر میشه، نظریات مختلفی به وجود میاد. این نظریات مختلف ولی ممانعت نمیکنه از همدلی مردم. در میان مردم ایران هم متاسفانه در جریان این انقلاب اسلامی که صورت گرفت، ایدئولوژی اسلامی و اسلامیزم و این ایدئولوژی ولایت فقیه آمدن در مقابل ملت قرار گرفتن و خوشبختانه در این مبارزه ای که بین فرهنگ ملی، چون این فرهنگ هستش که در مقابل ایدئولوژی قرار میگیره، در فرهنگ هستش که ما منافع ملت رو میتونیم پیدا بکنیم. ما در اشعار حافظ، در اشعار فردوسی، در سعدی، در خاقانی، در نظامی، ما فرهنگ ملی خودمون رو باز میابیم. در افکار بزرگانمون، در افکار آخونزاده، در افکار امیرکبیر، در افکار طالبوف و و و و تمام شخصیت هایی که برای آزادی ایران مبارزه کردن، در افکار اندیشه های اونا ما فرهنگ میبینیم. فرهنگ معمولا در مقابل ایدئولوژی قرار میگیره. لذا الان در جنگی که بین فرهنگ ملی، یعنی آگاهی های ملی و فرهنگ ملی با ایدئولوژی اسلامی و انواع ایدئولوژی های توتالیتاریستی جریان داره، ما مشاهده میکنیم که فرهنگ ملی داره غلبه میکنه، به گونه ای که خود حاکمی که اینها بر علیه فرهنگ ملی بودن، میبینیم الان به دروغ سعی میکنن برای جلب مردم، برای جذب مردم اونا هم شروع بکنن از فردوسی صحبت میکنن، از کوروش صحبت میکنن، از حافظ صحبت میکنن، حالان که میدانیم این نشانه شکست اونهاست، نشانه اعتقادشون نیست. برای اینکه مردم ایران بعد از انقلاب که مدتی تحت تأثیر این ایده های اسلامیستی، یعنی ایدئولوژی فاندامنتالیستی این اسلامیستا و هواداران ولایت فقیه قرار گرفتن، به سرعت به تضاد این عقاید با زندگی خودشون پی بردن و دیدن که فقیرتر شدن، بدبختر شدن، ذلیلتر شدن، غرور ملیشون از بین رفت، شخصیت خودشون از دست دادن. ولی نگاه میکنن میبینن هر اون چیزی که ایدئولوژی از اینها گرفت، یعنی یه ایدئولوژی توتالیتاریستی از اینا گرفت، فرهنگ ایرانی داره اینا رو به این میده. همونطوری که روس‌ها در جریان مبارزه با ایدئولوژی استالینیستی پناه بردن به داستایفسکی، پناه بردن به چایکوفسکی، پناه بردن به پوشکین، پناه بردن به فرهنگ ملی خودشون در مبارزه علیه ایدئولوژی توتالیتاریستی. در ایران ما هم الان به یمن فرزندان آگاه این ملت و تمام کسانی که در داخل خارج مبارزه میکنن، از جمله خود شما و با این نهادی که دارید دفاع میکنه از فرهنگ ملی، از حقوق ملت ایران، از دموکراسی، از آزادی، این مبارزه مبارزه فرهنگ است علیه ایدئولوژی توتالیتاریستی، علیه ایدئولوژی تام اسلامی. و در این مبارزه مشاهده میکنیم که توده مردم ایران کاملا به طرف عقاید ملی و فرهنگ ملی دارن برمیگردن و ایدئولوژی اسلامی داره شکست میخوره، همونطوری که ایدئولوژی افراطی استالینیستی در سطح جهان شکست خورد. و این کتاب معروفی که فوکویاما نوشت به نام پایان ایدئولوژی ها، پایان اصل ایدئولوژی، در واقع اشاره به همین مطلب داره که ایدئولوژی های افراطی توتالیتاریستی به اشکال گوناگون در جهان دارن شکست میخورن، فرهنگ ها دارن رو میان. و ما سپاسگزار هستیم که فرهنگ ایرانی هم با قدرت داره خودشو نشون میده. جناب دکتر عرسی، در زمینه سپاسگزاری فرمودید، در طی 100 سال گذشته اگر ما بخوایم یکی دو چهره رو نام ببریم که واقعا باید ازشون سپاسگزاری بکنیم برای خدماتی که به ایران کردند، برای رسوندن این مردم به اون
ایدئالشون، به ملت شدنشون، چه چهره هایی رو میتونیم نام ببریم؟ به هر حال در طی 200 سال اخیر ایران ما خدمتگزاران بزرگی داشتیم، ولی کسانی که بیشتر مقدار اثر گذاشتن با همه نواقصی که در اونها وجود داشت، ما میتونیم در طی این 200 سال به ویژه در عرصه سیاسی بخوایم اگر صحبت بکنیم، از رهبران سیاسی در کشور به حکومت رسیدن، واقعا خب شخصیت بزرگ همون امیرکبیر در قرن 19 هم بنیان بسیار چیزهایی رو در ایران گذاشت و به ویژه در زمینه تأسیس دولت مرکزی و سکولاریزاسیون علم در ایران با تأسیس دارالفنون، با ادارات مدرن و غیره و غیره، میدانیم که خط تأسیس ملت رو از امت جدا کرد و زمینه‌ای به وجود آورد که تحولاتی در آن صورت گرفت. آگاهی دارید که انقلاب مشروطیت در هر حال ثمره وجود یه چیزی نزدیک 10,000 تحصیل کرده‌ای بودند که اینها در طی اون 40-50 سال از دارالفنون و انواع نهادهای علمی و فرهنگی بود که وسیله امیرکبیر و پیروان او در ایران تأسیس شده بود و اینها فارغ تحصیلان اونها بودن که موسسات بودن که مشروطیت رو به عنوان پروژه واقعا تأسیس ملت و دموکراسی در آن ارائه دادن. بعد از امیرکبیر در هر حال ما شخصیت‌های بزرگ دیگری داریم که به ایران اومدن خدمت کردن و واقعیت این استش که بعد از مشروطیت روکار آمدن رضا شاه، مخصوصا در دوران اول حکومتش، در دوران که سردار سپه بود و نخست وزیر بود و اون سالهای اول سلطنتش، رضا شاه گام‌های بزرگی در برای کشور ما برداشت و تأسیس ارتش، تأسیس ژاندارمری، تأسیس پلیس و تأسیس نهادهای دولتی و از بین بردن جریانات در واقع متجاسر در کشور، مخصوصا سرکوب ایلاتی که کشور ایران رو به یک نظام خانخانی تبدیل کرده بودن و به وجود آوردن تمرکز دولتی، یکی از مهمترین کارهایی بوده که در دوران رضا شاه انجام گرفته با کمک مجلس، مجلس چهارم، مجلس پنجم و در این حال شخصیت‌های بزرگی مثل فروغی، مثل تقی‌زاده، مثل مخبر السلطنه، مثل داور و غیر و غیره. اینها تونستن در واقع در اون دوره دولت در ایران تأسیس بکنن، چون عرض کردم یکی از هدفهای مشروطیت تأسیس دولت و ملت بود در ایران. ما تا در اون روز دولت در معنای مدرن کلمه نداشتیم، ما دولتمون دولت ایلی بود و خواستای مشروطیت یکیش این بود که ما در کشورمون دولت داشته باشیم و ملت مدرن داشته باشیم. این کارا نتونست به شکل دموکراتیک انجام بگیره، ولی با روکار آمدن رضا شاه، با اون حرکتی که در سال 1299 کرد و خودشون میگن کودتایی که کردن در اون مدت، خودشون هم به نام کودتا خب اسمی بردن از اون قضیه، کودتای سید زیاد طباطبایی، ولی به هر حال رضا شاه قادر شد مثل بسیاری از کشورهای دیگه مثل آتاتورک در ایران دولت مدرن تأسیس بکنه. تأسیس این دولت مدرن یکی از خدمات بزرگی بوده که این سربازی که تحصیلات کلاسیک و تحصیلات مدرنی هم نداشت، ولی در دامن اون تحولات بزرگ ایران بزرگ شده بود و تربیت شده بود، خدمات بزرگی برای ملت ایران کرد. ولی بعدها خب ما باید گفت ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو، همونطور که الان هنرش رو گفتیم، این مشکل رضا شاه به وجود آورد که از سالهای 1312 به این سو شدیداً روحیه و سایکولوژی یک دیکتاتور افراطی در او به وجود آمد. شخصیت‌ها رو داغون کرد. عرض کنم که بزرگان رو مثل فروغی، مثل داور، مثل قوام، مثل تمام شخصیت‌ها، مخبر السلطنه، همه اینا رو خانه نشین کرد، کشور رو از شخصیت‌های بزرگ تهی کرد و مشکلاتی به وجود آمد که عاقبت منجر شد به ماجرای شهریور 1320. ولی اون معایب هیچ کدوم اینها اگر در ما عدالت جویی و در ما اون انصاف و اون پرنس به قول من وجود داشته باشه، نباید مانع از این بشه که ما حقیقت رو روش پا بگذاریم و خط قرمز بکشیم. رضا شاه از خدمتگزاران
بزرگ این مملکت بوده. و بعد از او در قرن بیستم واقعا کاری عظیمی که مصدق برای این کشور کرد، که از بزرگترین خدماتی بود که ملی کردن نفت، نه فقط از جنب نظر اقتصادی بلکه هم گونه که میدانید ما بعد از در واقع صلحی که بین شاه عباس و سلطان مراد چهارم به امضا رسید، ایرانیا هیچ پیروزی خارجی نداشتند. ملی شدن نفت فقط مسئله به دست آوردن یک ثروت ملی نبود، بلکه ایرانیا بعد از 200-300 سال نخستین پیروزی بزرگی بود که بر علیه قدرت خارجی به دست می آوردن و مردم ایران با اون رهبری خردمندان و بزرگ دکتر مصدق به یک غرور ملی دست پیدا کردند و در معنای دقیق کلمه ایرانیا برای اولین بار غرور ملی به دست آوردن و به همین دلیل که در یاد و خاطره ملت ایران مسئله ملی شدن نفت و جنبش بزرگ ملی شدن نفت به عنوان گنجینه بزرگی از خاطرات مبارزات ملی در ذهن ملت ایران باقی مونده. من معتقد هستم واقعا این سه نفر و تعداد زیادی هستش که البته از نظر فکری اینا به این مملکت خدمت کردن که به موقع میشه در مورد اینا صحبت کرد، ولی این سه سیاستمدار سه فردی هستن که در ایران سازی کار بسیار بسیار بزرگی کرد. دکتر عرسی عزیز، در زمینه کارهایی که رضا شاه در طی اون فاصله کوتاه خدمتش به این به مملکت ایران کرد، صحبتی هست در آذربایجان به خصوص کسانی که به دنبال جدایی آذربایجان هستند، حرف از این میزنند که رضا شاه در آذربایجان یه دست مردم ملی و وطن پرست آذربایجان رو کشت. این رو شما به عنوان یک محقق که این حق رو دارید که در این زمینه حتما اظهار نظر بفرمایید، خواهش میکنم اینو بازش بکنید که یه مقدار روشن بشه برای مردم ما. آیا واقعا رضا شاه این کار رو کرد و در اون زمان ما در چه شرایطی بودیم؟ چون در زمینه تفرقه افکنی همه به دنبال این هستن که یه جورایی این ملت ایران رو از هم متفرق بکنن و اون نتایجی رو که دلشون میخواد عاید خودشون بکنن، و من مطمئن هستم که ملت ایران بسیار آگاه و هوشیار هستن در این زمینه ها، ولی برای اینکه نسل جوان به خصوص مطلع بشه از این قضایا، خواهش میکنم در این زمینه روشنگری بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید آقای دکتر شاه ولایتی، میدانید که ما یکی از کارهای بزرگی که به عهده‌مونه، تمام کسانی که ایران رو دوست دارن و به سرنوشت ملت ایران فکر میکنن و آرزوی آزادی تأسیس دموکراسی در ایران دارن و سرافرازی ملت ایران رو از ته دل آرزو میکنن، که از وظایف بزرگ اینه که ما از تاریخ کشورمون دروغ زدایی بکنیم. ده. تاریخ کشور ما مخصوصا 100 سال اخیر آلوده است به انواع دروغ‌ها، به انواع حرف‌هایی که اصلا پایه‌ای در تاریخ نداشته، فقط یه عده‌ای سعی می‌کنن با گفتن این دروغ‌ها سوء استفاده بکنن، عده‌ای می‌خوان کشور رو تجزیه کنن، عده‌ای می‌خوان یه جریان توتالیتاریستی رو به قدرت برسونن، منافع یه گروه خاصی رو در ایران تامین بکنن، و همین جد تا تونستن در طی این 100 سال اخیر در مورد تاریخ کشور ما و شخصیت‌هایی که کشور ما به حکومت رسیدن دروغ پردازی کنن و دروغ بگن. لذا ما برای رهایی و آزادی باید نه به خاطر عشق به رضا شاه یا به دکتر مصدق یا به امیرکبیر یا به خاطر دشمنی با ایکس و ایگر و زی، بلکه برای خاطر ملت ایران، آزادی ملت ایران، باید از تاریخ ایران دروغ زدائی بکنیم. بله، یکی از چیزهایی در مورد رضا شاه گفته شده و به خصوص پانترکیستا در این مورد بسیار زیرکانه عمل میکنن، اونم اینه که رضا شاه گویا در آذربایجان قتل عام کرده، مردم رو کشته و چیزهای از این دست. ببینید اصلا اینجوری نیست. اون چیزی که رضا شاه انجام داد یک کاری بوده که در هر کشوری که اتناسیون تشکیل شد به وجود آمد، در هر کشوری که ملت سازی شد و دولت مدر انجام گرفت، شکل گرفت، در اونجا انجام دادن. به این شکل که در کشور ما هم شما اگر به عسکرم انقلاب مشهد نگاه بکنید،
در انقلاب مشروطیت ما تقریبا 50% حتی 55% مردم ما زندگی ایلیاتی دارن و این ایلات که در تمام سراسر این کشور پراکنده بودن و در آذربایجان بیشترین مقدار بود، اینها حکومت ملی رو بر نمیتافتن و اینها نیروهای مسلحی بودند که این نیروهای مسلح حرف دولت مرکزی رو گوش نمیکردن، مالیات نمیدادن، هر کاری دلشون میخواست میکردن و یکی از کارهایی که انجام میدادن به قول مرحوم کسروی این بود که حمله میکردن، شهرها رو غارت میکردن، دهات رو غارت میکردن، مردم زندگی از دست خوانین مهاجم نداشتن و ناامنی جریان اصلی و حاکم در ایران بود. راهزنی یکی از مشاغل رایج اون روزا بود. راهزنی تاراج، بله تاراج، چاپار یکی از کارهای اصلی ایلات و این اقوام مختلفی بود که در کشور ما پراکنده بودن. لذا ما میبینیم در انقلاب مشروطیت هم آقای دکتر شاه ولایتی، شما اگر به فرمان مظفرالدین شاه شخصیت بزرگ تاریخ ایران نگاه بکنید که فرمان تأسیس مشروطیت رو داده این شاه برجسته و بزرگوار، ما میبینیم که در اون فرمان خودشون حقوقی که داده شده به چند طبقه است، اعیان و اشراف و نجبا و بازرگانان و اصناف مختلف که به 6 گروه مختلف اجتماعی تعلق میگیره، ولی ایلات نماینده ندارن. در واقع متجددین ایران همون روز متوجه بودن که این ایلات تن به آزادی و دموکراسی و حکومت مدرن نمیدن و همین جد یکی از آرزوهای بزرگ مشروطه خواهان این بود که این ایلات رو بر سر جای خودشون بشونن. رضا شاه در اون سالها فرمانده آتریاد اردبیل بود. تماما این قضایا رو شما در تاریخ اردبیل که بابا سفری شخصیت برجسته شهر اردبیل نوشته، هم شهری بزرگوار و دانشمند و که 2 سال پیش فوت کردند، این شخصیت ملی خودشون شرح میدن که چگونه مردم اردبیل، تجار اردبیل، مبارزین انقلاب مشروطیت، افرادی نظیر مثلا حاج بویگاه و حافظاده که مشروطه خواه بسیار بزرگی بود، به رضا شاه مراجعه میکردن و التماس میکردن که میگفتن سردار بزرگ، شما به ما قول بده که اگر یه روز قدرت رو به دست گرفتید این اشاعر رو، ناامنی رو از سر این مردم بردارید. رضا شاه وقتی که اون کودتای سال 1299 صورت گرفت، یکی از برنامه‌های بزرگ مشروطیت رو اینا رفتن اجرا بکنن، همینه که با همون ارتش بسیار ضعیفی که داشتن اینا اقدام کردن به اینکه اشاعر مختلف رو گفتن که شما باید اطاعت از دولت بکنید، قوانین دولت رو رعایت بکنید در و اولین نمونش هم این استش که اسلحات رو به ما شما باید تحویل بدید. ایلات بزرگ آذربایجان مثل بسیاری از ایلات دیگه حاضر به دادن اسلحه نمی شدن و در آذربایجان ایل معروف فولادلو، فولادوند که عظمت خانم معروف که یک زن ظالمی بود و مردم آذربایجان همه ایشون رو می شناسن، بزرگترین ایل آذربایجان بود و باجگیر بود و یکی از مخالفین بزرگ مشروطیت بودن و همینجور ایلاتی که تحت سلطه اون شاهصفنهایی بودن که زیر سلطه غلام بیک که معروف بودن آقا بیک، اینها دائم کارشون در شرق آذربایجان فتنه‌گری و سرکوب مردم و باج گرفتن از مردم و نام کردن شهرها و ویران کردن مدارس بود. رضا شاه لشکر کشید به اونجا و سردار معروف سرلشکر امیر طهماسبی که سردار بسیار ارزشی بود، ایشان آمدن و در جنگ معروفی که با امیر اشاعر انجام دادن در منطقه خلخال اونها رو سرکوب کردن و جالبه که در این سرکوبی مشروطه خواهان آذربایجان از جمله بابا خان معروف که از همکاران بزرگ رضا شاه بود و مردم اردبیل، مردم مشکین شهر، هیچ کدوم اینها خاطره کاری رو که رضا شاه در اون کرده بود و امنیت در اون منطقه به وجود آورده بود هیچ جا رو فراموش نمی‌کنم. منتها الان آقای دکتر شاه ولایتی قلم در دست بسیاری از دشمنان ایرانه، از جمله یکیش همین حاکمینن، یعنی حاکمین اسلامی هستن که کارشون دشمنی با رضا شاهه. هر کار بدی هم کرده میگم بده، کار خوبی هم کرده میگم بده.
از طرف دیگه تجزیه طلبایی که پشت واژه فدرالیسم قائم شدند، پانترکیستا، اینها کوشش میکنن که از اون دوره یه دوره تیره ای رو تصویر بکنن. یه دوره تیره ای رو تصویر بکنن و راهش هم این استش که دروغ بگن، اعلام بکنن که در اون موقع اشاعره رو کشتن، نمیدونم ملت رو سرکوب کردن و سخنانی از این دست، که بتونن از این آب تیره ماهی مورد علاقه خودشون رو بگیرن و اون در دل مردم آذربایجان کینه و نفرت نسبت به مردم ایران و دولت‌هایی که در ایران ایرانی بودن به وجود بیارن تا کار تجزیه طلبی خودشون رو بتونن جلو ببرن. به عنوان جمله آخر ما می‌بینیم که تمام سردارای بزرگ ارتش ایران، چه در دوران رضا شاه چه در دوران محمد رضا شاه، همه از آذربایجان و تبریز و اردبیل و سراب بودن. شما ستاد ارتش میرفتی، فکر میردی رفتی بازار تبریز. باریکم، آفرین، همین طور بود واقعا. جناب دکتر عرصی، ما در خوزستان هم همین مشکل رو داشتیم. یعنی ناامنی اصولا در سراسر بود. منتها در این ایلات و عشایر بیشتر به چشم میخورد. در خوزستان هم شما فکر بکنید اون شیخ ازعل رو که رضا شاه دست بسته آوردش به تهران، عملا یک حکومتی رو برای خودش در خوزستان درست کرده بود که حکومت همین چیزی که امروز هم یه مقداری صحبتشو میکنن. و این مشکل رو واقعا مشکل ناامنی رو رضا شاه با گوشت و پوست و استخونش احساس میکرد و مشروط خواهان و اونایی که به دنبال ملت شدن ایران بودن پشتوانه این تفکر بودن. دکتر عرصی عزیز، من فکر میکنم که ما دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم برای برنامه امروز و اگر که شما جمع‌بندی بفرمایید برنامه امروز رو، از شما بسیار سپاسگزار میشم. بله، من امیدوارم که در جلسه بعدی اولا آقای دکتر در مورد فدرالیسم بتونیم صحبت بکنیم. این دفعه نشد، البته بحث ملت یه مقدمه ای بود بر اینکه درباره فدرالیسم هم بتونیم دقیق‌تر صحبت بکنیم. ولی اون چیزی که از بحث امروز من میتونم نتیجه‌گیری بکنم این استش که در هر حال الان حرکت عظیمی است در بین ملت ایران، مردم ایران، که ما ملت‌تر بشیم، هر روز بیشتر به سوی ملت ایران حرکت بکنیم، یعنی همدل بشیم در این حالی که عقاید سیاسی مختلف داریم، به دین‌های مختلف تعلق داریم، با زبان‌های مختلف داریم صحبت می‌کنیم. ملت سازی و ملت شدن یک معنا بیشتر نداره و اونه که منافع ملت رو مقدم بر منافع شخصی و گروهی خود قرار دادن، در این معنا که ملت ایران بالاتر از سلطنت است، بالاتر از جمهوریت است، بالاتر از اسلام است، بالاتر از دین است، بالاتر از زبان فارسی یا زبان ترکی یا زبان کردی است. همه این زبان ها و این عقاید در درون ملت ایران هستند و ما کوشش کنیم به یگانگی ملی از نظر دل و دوست داشتن هم برسیم. فقط وطن پرست بودن، وطن دوست بودن کافی نیست، بلکه ما هم وطن دوست باید باشیم. آقای دکتر، مهمترین ویژگی ملت شدن اینه که ما هم وطن دوست باشیم. وطن دوست بودن کافی نیست، بلکه کوشش کنیم بریم به سوی هم وطن دوست شدن. بسیار بسیار سپاسگزار هستم دکتر محمد عرصی عزیز از اینکه در برنامه امروز شرکت داشتید و امیدوار هستیم که در برنامه‌های آینده این بحث رو پی بگیرید. سپاسگزار شما هستم. هموطنان عزیز، باید هموطن دوست باشیم. باید ملت بشویم. تلاشی رو که ملت ایران داره می‌کنه در مقابل حکومت فاسد ملاها برای اینکه ملاها ملت شدن ایرانیان به نفعشون نیست، از صدر مشروطیت تا امروز این تلاش رو کردند و موفق نشدند و موفق هم نخواهند شد. این ملت ایرانه که با تکیه به هویت ملیش، با عشق و علاقه ای که به هموطن دوستی خواهد داشت، بیایید تا هموطنان همدیگر باشیم، بیایید تا یک ملت باشیم، بیایید تا همدیگر رو دوست داشته باشیم، همونطوری که آقای دکتر محمد عرصی گفتن. هموطنان عزیز، ما ملت خواهیم شد، ما یک ملت خواهیم شد، ما وطنمون رو پس میگیریم و با یک ملت شدنمون به هویت ملیمون برمیگردیم، وطنمون رو دوباره میسازیم.
ما با استبداد مبارزه پیگیری کردیم. این مبارزه با استبداد را ادامه خواهیم داد. ما درخت استبداد رو ریشه‌کن خواهیم کرد. ما نهال آزادی رو خواهیم کاشت و ایرانی آزاد، ایرانی آباد رو خواهیم داشت. زنده باد آزادی، پاینده باد ملت ایران، زنده باد ملت غیور ایران. آینده ایران در دستان شماست. Mardumi.